بچه هم وطن گرامی، مشیری هستم. دفعه پس شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 16 از ماه مارس. نوروز هم نزدیک است، پیشا پیش در واقع فرارسیدن نوروز رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که عرض کنم که در سال جدید با وجود شریف شما هموطنان قرین سلامت و شادی و امید باشم. داستان نوروز داستان بسیار طولانی است. یک بخشیش رو من خدمت شما از نوروزنامه حکیم عمر خیام خواهم خواند. از فرهنگ ده خدا، چون وقت ما کم هست و خصوص که امروز هم از دست دادیم که نوروز چگونه در دربار پادشاهان محتشم ایران برقرار می شد و برگزار می شد. این که من خدمتتون عرض کردم که این سنت پادشاهی سنت فوق‌العاده‌ای بوده است در مملکت ما، یکی از وجوهش هم برقراری این سنن ایرانی به بهترین وجه و زیباترین نوع در دربار پادشاهان بوده. و وقتی هم که شاهنشاهی ایران به معنی اخص کلمه برافتاد، یعنی با هم به قادسیه و آمدن دزدان عرب، بیگانگان هم که می آمدن و تکیه بر تخت کیخسروی می زدن، اونا هم سعی می کردن که این آداب و رسوم رو نگاهداری بکنن. در واقع بارها عرض کردم اون چه در دست ماست ایرانیت ماست، همه چیز از دست ما رفته، کشور در دست ما نیست، اجازه نفس کشیدن در دست ما نیست، اجازه در واقع حکومت در دست ملت نیست. دزدان عرب باز حمله کردند با عمامه این بار و حاله ای از تقدس دروغین و با اون چه به هویت ایرانی ما و ایرانیت ما مربوط می شود اینها خصومت می ورزند. شما بهتر از من می دانید ما بایستی با اینها مبارزه بکنیم و بیستیم، همچنان که اجداد نامبردار ما ایستادند و این کشور پس از 1000 خرابی باز به آبادی رسید. این روزگار هم گذشتنی است. گفت در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این نوبت سگان شما نیز بگذرد. بله، سیف فرغانی گفت این کشور از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. خدمتتون عرض کنم که حکیم عمر خیام نوروزنامه‌ای نوشته است در آداب نوروز، بخشیش رو اینجا من خدمتتون میخونم. عرض کنم که استاد همایی که از تفهیم رو تصحیح کرده بخشی از اون رو آورده است. البته در باب پیدایش نوروز سخن مختلف است. حماسه های ملی ما میگویند که در چنین روزی جمشید میآمد و تختی ساخته بودند، بر اون تخت سوار میشد و دیوان اون تخت رو بلند میکردند و آسمان میبردند، چرخی میزدند و باز میگشتند. بله، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمانروا. استاد طوسی در ابتدای شاهنامه اونجا که از پادشاهی جمشید سخن رانده اونجا به نوروز اشاره کرد. نوروزنامه تاریخ نوروز رو بررسی میکند و چگونگی برگزاری نوروز رو در پیشگاه پادشاهان که دو نوگونه نوروز خاصه و نوروز عامه. من میخونم خدمتتون. بله،
میگوید که از مراسم نوروز در دربار شاهنشاهان هخامنشی و اشکانی اطلاع دقیق در دست نیست، اما از آداب برگزاری جشن نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است. اینک خلاصه‌ای از آن. در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولا از برد یمانی در واقع به معنای برچبت که پاچه یا ابریشم از یمن آمده، برد یمانی به تن بر تن می کرد و زینتی بر خود استوار می فرمود و به تنهایی در دربار حاضر می شد و شخصی که قدم او را به فال نیک می گرفتند بر شاه داخل می شد. یعنی شاهنشاه ایران می ایستاد تنها با یک پیراهن ساده و یک زینت و یک کسی که در واقع قدمش رو به فال نیک می گرفتند بر شاهنشاه بزرگ وارد می شد. بله، داخل می شد. خیام گوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد نوشته که آخر ملوک عجم بود، چنان بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی، جام طلایی پر از شراب. به به، چقدر زیبا بوده، چه دیدنی بوده است. بله، پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خوید سبز رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی. موبدان رئیس در واقع بزرگترین شخصیت دینی ابتدا می آمد خدمت پادشاه با این چیزها که خیام نام برده و اسبی و غلامی خوب رود و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان، چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی، آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان شها به جشن فرودین، به ماه فرودین آزادی گزین، به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار، سرت سبز باد و جوانی چو خوید. بعد میگوید اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر، به هم کشوری بگیر نو بر تخت با درم و دینار. و توصیه میکند به گسترش علم و معرفت. این از قلم خیام است و قول او منتسب کرده است به روز نوروز در شاهنشاه ایران. و بعد توضیح میدهد که نوروز خاصی چه بود که خواص بزرگان کشور به خدمت پادشاه می رسیدند و نوروز عام که بعد از 6 روز انجام می گرفت و از اینجور قصه ها و داستان های زیبا. اینها عرض شود که همه به هویت ما ایرانیان راجع است و اینان رو باید گرامی بداریم. نوروز به خصوص بزرگترین اعیاد ایرانی است که علی‌رغم دشمنی این ایران ستیزان و این اهریمنان بر جای مونده و نتوانستن او را از بین ببرند. ایرانیان با دادن باج و خراج و رشوه به دزدان عرب
این عرض کنم که جشن نوروز رو نگاه داشتن به بچی که در دربار خلفا هم رایج شد و چون اینا پول زیادی میگرفتن مایل شدن که این جشن در دربار آنان هم عرض کنم که برقرار شود و البته چاپلوسان بودن دینگرایان که بعض شاهان رو از در واقع پرداختن به نوروز منع میکردن. عنصری ملک الشعرای دربار محمود در رد و نفی و انکار نوروز میگوید چاق دینی و این کار کار گبران است، تو مرد دینی و این کار کار گبران است، روا مداری بر راه گبرگان رفتن. یعنی به توهین داره زرتشتی‌ها رو گبر میگوید، میگوید این نوروز کاری گبراست و اینا، شما مرد دینی و این رسم رسم گبران است. و امام محمد غزالی که به تحقیق بزرگترین آخوند تاریخ هست به وجهی که گفتند اگر محمد نبود این بابا باز پیغمبر میشد، تحریم میکند این نوروز رو و میگوید فروش این آلات که در موقع نوروز است اینا هم حرام است. در همه شادی ها رو بر ما بستن، ما رو در واقع به قول امروزی ها افسرده تاریخی کردن، دیپرس تاریخی. امروز هم نگاه کنید عکسایی که در خیابانه تهران میبینیم، مردم دیپرس کردن اینا، اینا دشمنان شادی و نشاط هستن. یه تصویری بگیرید از سواحل برزیل، ونزوئلا، کانادا، نمیدونم جاهای دیگر، کانادا که حالا آمریکای شمالی است، آمریکای جنوبی، جای دیگر، یه عکس هم بگیرید خیابانهای تهران، مردم اینو به ضرب چوب و چماق کردن به گونی و هر نوع شادی حرام است. یکی یکی هم دارن عرب مورده پیدا میکنن، اگر چیز ایرانی هست، روز ایرانی هست، اون رو جایگزین کنن. این داستان فاطمه که به راه انداختن معلوم نیست داستانی چه هست. آقا چه میگید شما؟ چه میخواید از جان ملت؟ این حضرت فاطمه است سلام الله علیها چند بار مرده؟ همین پریروز بود این داستان هوا کرد که عمر لگد انداخته زده به شکم فاطمه و محسن افتاده، علی هم اونجا نشسته، لگد به چی زده؟ به در. اینا که در نداشتن که، کدوم در، کدوم چوب؟ شما امروز برو تو صحرا عربستان برای من یه تخته چوب پیدا کن ببینم. عمر در زد، حضرت فاطمه پشت در بود، دیر در بود، عمر لگد انداخت و زد شکم و محسن. حالا کدوم آدم با عقلی قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد اسم گذاشته؟ علی چه میکرد اونجا نشسته بود با اون ذوالفقارش؟ میگه میتونست بزی هزار تا گردن بزنه، پا میشد گردن عمر رو میزد. خب پس چرا دخترش داد به عمر؟ از این دروغ ها ساختن که در واقع روزگار رو بر ما تیره کنن و تنگ کنن، راه نفس کشیدن رو از ما ایرانیان بگیرن. در واقع میشینن نقشه میکشن، طرح‌ها میانگیزن، حیله ها میکنن. آقا مرد که مرد، به ما چه که مرد؟ میخواستی نمیره؟ گرفتاری ما بیش از این حرف هاست دوستان گرامی. ما چون امروز دیر شد این دستگاه کار نمی کرد، دیگه موسیقی نخواهیم داشت و مطلبی میخوام خدمتتون عرض کنم. یه مطلب خیلی جالب و اون این که ارتش نوین ایران، این قدیمترین سابقهش رو عرض میکنم، عباس میرزای ولیعت خواست ارتش بسازه با یونیفورم، از آخوندها ترسید که نکنه فتوا کنن و کارش رو بدن. آخوندها رو دید و یک ارتشی درست کرد در تبریز که خب این محدود به تبریز بود،
اما آنچه ارتش نوین گفته میشه در زمان رضاشاه به وجود آمد و دانشکده در واقع این کار دانشکده افسری و بعد افسران منضبط و در واقع اونجا تربیت می شدن با یک نظم و انضباط درست، آدم های شریف. در واقع ارتش ایران از جمله شریفترین ارتش ها بوده از نظم و انضباط. از در واقع شما نگاه کنید هیچ گونه فسادی در آن ارتش نبود. حالا من کار ندارم به اون چند تا جنرال اون بالا خرید مریض کردن دوزی، همچین امکانی نبود، همچین صحبتی نبود برای و با در واقع ارتشیان ایران در اونجا که من یادم از در منتهای قناعت با حقوق اندک میزیستند و آماده بودند برای نگهداری مملکت. حالا چرا این حرفا رو میزنم من امروز؟ به خاطر اینکه میخوام اینجا به شما یک سرهنگ معرفی کنم خدمتتون، جناب سرهنگ حسین علی بهزاد افشار 100 سالگیشون رو جشن گرفتن. منم خدمتشون تبریک میگم. ملاحظه کنید دارن رقص شمشیر میکنن، این مرد دست چپ شمشیر به دستشون. این 100 سالگی سرهنگ هست که معاون اداره جغرافیای ارتش بوده. بله یه تصویر دیگری هم باز هست، بله، که اینجا نشستن به کرسی با لباس و واکسیل سفید مثل شیر. و بله و ایشون میگوید که من از حالا تا 120 سالگی رو هر سال رو میخوام یه جشن بگیرم. و آمدن منزل رقصی هم کردن و این بزرگوار میرود به دشت مغان و شمال ایران، نگاه میکند میبیند که اون میله هایی که کوبیدن روسها در راستای و عمل رساندن قرارداد ترکمانچای تقلب کردند، یعنی میله ها رو در داخل خاک ایران زدند و روس ها هم کارشناس میفرستن از جاهای دیگر. میبینند که سرهنگ افشار راست میگوید، حق با ایشان است و این کار بزرگ یعنی کندن این میله ها و پس نشوندنشون به خاک روسیه به مقدار 260 کیلومتر مربع انجام میشه. این کار کار خیلی بزرگی است و من تبریک میگم به این بزرگوار. و البته عرض شود که روسا خوششان نیامد و به ایشان اطلاع میدن یک نامه مهمی در راه است. ایشان گمان میکند که خاطر این کاری که انجام دادن سرتیپیشون حتما خواهد آمد، اما ورقه بازنشستگی بود که شما به بازنشستگی و افتخار بازنشستگی نائل آمدید. من دیدم که فرصت رو بایستی غنیمت شمرد و از سرهنگ تقدیر کرد، سرهنگ حسین علی بهزاد افشار معاون اداره جغرافیایی ارتش که در شمال ایران برای ایران زمین گرفت از روسها. و این هم خیلی مهم است، همه اسناد اصلیش رو هم ایشون دو سه سال پیش برای من فرستاد، یه اشاره بهش کرد. این مطلب خیلی خیلی مهمی بود، خواستم خدمت شما عرض کنم. خب از این که بگذاریم، وقتی این فتنه در گرفت و این شورش شیاطین عرض کنم گریختن بسیاری از روشنفکران ایران گریختن. حالا من میخوام همه رو اسم ببرم، خیلی زیاد هستن، دوست ارجمند و بزرگوار من اسماعیل خویی فرض کنید، نادر نادرپور، عرض می کنم که دکتر محمد جعفر محجوب، بسیاری کسان بیرون آمدن از ایران، عرض کنم که و پراکنده شدن. واقعا ما کسی مثل محمد جعفر محجوب نداشتیم. این اواخر با سرطان بایستی می رفت تدریس می کرد تا بتواند زندگانیش بگذرد. تا اونجایی که به فرهنگ مربوط است و پشتیبانی از شخصیت‌های فرهنگی، ما بسیار بیخیال و بسیار کمکار هستیم.
ما نگاه میکنیم به گذشته، چیزها از گذشتگان باقی مانده، این هویت باقی مانده در آثار چه کسانی؟ همون معدودی که در کنج انزوا می نشستند و در منتهای فقر و گرفتاری کار فرهنگی می کردن. یعنی همون روزگاری که حکیم فردوسی در قریه پاز یا باج یا هر چیزی بذارید نشسته بود در کنج تنهایی خود فرهنگ این مملکت رو تدوین میکرد، شهر توس یکی از بزرگترین شهرهای خراسان بوده، پر از بازرگانان ثروتمند بوده، بزرگان و با دانش آزادگان میفرماید نوشتن یک سر همه رایگان. مجانی پیداست، ما همیشه مجانی دوست داشتیم. کتاب منو میگوید مجانی رو نویسی میکردن و میرفتن، به من توجهی نمیکردن که منم احتیاجی دارم. باری بگذاریم، علت این که من این مطلب رو به میان انداختم این است که شما با دکتر مرتضی میرآفتابی آشنا هستید. سالها این مرد در این لس آنجلس زحمت کشید. یکی از ثروت‌های فرهنگی شهر لس آنجلس دکتر مرتضی میرآفتابی. بعد به سرطان دهان دچار شد. من رو باش صحبت کردم، به زحمت صحبت میکردم. دوست من کامبیز، آقای کامبیز سالکی عزیزم، دیده بود ایشون رو. واقعا از صحبتی که ایشون کرد اشک به چشمان من آمد که چه رفته بر مرتضی میرآفتابی. نامه فرستادن، محبت کردن و دو کتاب فرستادن اینجا. من میخوام با دکتر میرآفتابی صحبت کنیم اینجا امروز و کتاباشون معرفی بکنن. حالا در اون محلی هم که نشستن براشون دردسر شده که از اونجا میخوان بیرونشون هم بکنن، طوری که میگفت. اجازه بفرمایید تا من یک امیر جان یک دقیقه به ما وقت بدید تا من با آقای میرآفتابی ارتباط برقرار کنم و با ایشون صحبت کنیم. کتاب هایی که نوشتن تعدادیش هست که در اختیار خودشون هست. من به شما توصیه میکنم هموطنان آقای میرآفتابی رو پشتیبانی کنید، کتاب ها رو از ایشان بخرید لطفا و بخوانید، خوندنی هستن. این کتاب هم به نام ستایش دیوانگی، نگاه نویسندگان، شاعران و نقدنویسان برجسته بر آثار مرتضی میرآفتابی است که بسیار کتاب جالبی است، بسیار بسیار. و نشریه آخرین نشریه سیمرغ که سال 2009 منتشر کرده، سالها مرتضی میرآفتابی سیمرغ رو منتشر میکردن و این آخرین شماره است که فرستادن برای ما. بله من سرطان داشتم مثلا، حالا همش مثلا در موقع سرطانم 100 پوند وزنم از دست دادم، تنها هم بودم و همیشه تنها بودم، نه در زمان سرطان نه اینکه فقط بعدم اینکه مرس کردم. میگم اگر من بخوام به با تعارف و تشریفات حرف بزنم که بگم حالم خوبه دارم دروغ میگم، حال من خوب نیست. این جایی که من زندگی میخونم اینا آمدن اینجا رو بابت این که من در زمانی که سرطان داشتم نتونستم پول اسوسیشن رو بدم، آمدن منو 2800 دلار منو جریمه کردن و بابت 4-5 دلاری که اون زمان در بیماری بودم نتونست بدم پولشون بدم، این جا
جایی که من توش آپارتمان چیزی نمیخوام حلاش کردم. اما اصلاح عزیز در زمان که سرطان داشتم تمام کوششم کردم که این سه کتاب در اون زمان در زمان سرطان نوشتم و منتشر کردم که به مدت 2 سال هر روز میرفتم ریدیوشه 4 عمل جراحی روی زبان من، گردن من شد و من به این سبب بود مجموعه شدم. اما سه کتاب آدم خوشحالم در زمان سرطان. البته قبلن قصه هایش نوشته شده بود، اینها چاپ شد، منتشر شد و ستایش دیوانگی 80 نفر از بزرگان ایران که من از اونها یاد کردم که نقد نوشتن یا نامه نوشتن، اینا رو در ستایش دیوانگی چاپ کردم با عکس‌های بسیاری از بزرگان ایران که می آمدن به مجله سیمرغ. بله. و اون یه کتاب دیگه هم بود که زندگی مردم ایران به نام امپراتوری مجلس‌ها، که امپراتوری همه آخونداش در واقع، اون کتاب رمانه که من خدمت شما همون اولی که منتشر شد خدمت شما فرستادم، خدمت خانم بسیار از من خانم انقام افشار فرستادم و همه برای ایرانش ها انسان که دائم زحمت میکشه برای ایرانش ها و این دوست بزرگان فرستادم در نویسندگان. اما این کتاب یکیشم نعره میکشم، اسم کتاب شعر نعره. من اینا رو آقای مشیری عزیزه این هم شاب شدم، اما هنوز بر کتاب فروش به کتاب فروشی ندادم. یعنی پیش خودتونه؟ ولی بله پیش خودمه. این کتاب در واقع حاصل اون جان کندن ها بود. البته این هم بگم استاد مشیری عزیزم، نوچه اساسی اینه که نویسندگان ایران، متفکران ایران، اندیشمندان، هنرمندان واقعا چه در ایران چه در تبدیل دارن زیان میشدن. بله. یا به خودم نمیشم اصلا. مردم ما باید ملاح میکردن این استاد محجوب. بله. چرا در زندگیش در تبدیل یا آدم های مثل محمود عنایت؟ بله فراموش کردم دکتر محمود عنایت. بله غلام حسین صاحب. همه یه متفکران که در تبدیل هست این ها ما ها دیگه اتنا بودیم به اینا، ما ها دیگه اتناییم، ما ها باید به آدم هایی که مبارزه می کنن حالا یا مبارزه قدمی این هایی که در زندان ها هستن، ما باید بریم به خانواده های اینا برسیم. نویسندگان همینطور ما باید بریم به این آدم که این مجنون شاعر، آخه اصلا آدم باور کردنی نیست چقدر شاعر رو اینا میگیرن آقای بادخوبری، آقای عالی‌پیام، اون
بله. وقتی آمدم به امریکا به شام عزیز شما یک نفری نمیدیدم، ایک شده بود کسی از این دون روز و اصلا هر چی نمیشد. من اون اولین بعد از اون نوروز کشی دست ها نوروز ایرانی ها بعدش بزرگان ایران در بودم، مسئله بودم، مسئله نوری بودم، خندیدم، مسئله صدای شهر، مسئله سینما. 25 سال سینما منتشر شد. وقتی من بیمار شدم دیگه نتونستم، البته بیخودی یکی از بزرگترین مسائلی بوده که ایزاوی من شده بود. در نتیجه نتونستم. من در ایرانم نامه تشویش شده یک مسئله آکادمیک بود، دانشگاه چاپ میکرد، جمهوری اسلامی منو تلفن که از طرف وزارت ارشاد که بیاد در مراسم آتش زدن نامه تشویش شده بیاد شرکت کنید. دکتر میرآفتابی عزیزم، ما وقتمون کم هست عزیزم. این کتاب ها در اختیار شماست، هموطنان که بخوان کتاب ها رو تهیه بکنن باید به شما زنگ بزنن، درسته؟ بله. تلفن شما، تلفنتون رو امیر جان، تلفن دکتر میرآفتابی رو اینجا، تلفنتون رو لطفا اعلام کنید، خواهش میکنم. من رو کنم همین پیش شمارش 939 بله 770 76 90. پس شد بله 900. من بفرمایید اعلام کنید، بفرمایید. 949 770 76 90. خیلی سپاس. تلفن شما رو در همین شفش ایرانی هم هستش. بسیار بسیار خوب، از شما سپاسگزارم دکتر میرآفتابی. هموطنان محترم، دکتر میرآفتابی عزیز ما تلفنشون اعلام کردن، 949 770 76 90. دیدم که این نشریه سیمرغ هست در باب اردشیر مهم. بله، محسس کاریکاتوریست بین‌المللی ما بود. چه مطالب خیلی 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 موندگار و جالبی. سپاسگزارم از شما عزیزم دکتر میرآفتابی. من از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم که به یاد من بودید. امروز هیچ کس به درد و ششینش همه هم از دست آخونده ها و این اسلامه که مردم ایران رو 1400 سال مردم متفکران ایران رو نابود کردن. بله، مردم ایران رو نابود کردن. بله، من هیچ بخشو نمیدیم در طول تاریخ همه کسانی که آدم های بزرگ این مملکت ما بودن اسلام و آخوندش آخونده اینها نابود شدن، یعنی آخونده بیروز شدن. بله، بسیاری از آدم ها هم خودشی منا مملکتی کمی از آن آدم باور نمیکنه چه خواهر داره خودکشی خودن. بله، مملکتی که میزن توی روستا همه مردم این روستا رو میخوشن. دکتر میرآفتابی جان عزیزم، وقت ما داره تمام میشه، خیلی خوشحال شدم و بعد من زنگ میزنم خدمتتون و مجددا تلفنتون رو اعلام میکنم که هموطنان این کتاب ها رو از شما بگیرن بخرن و در واقع از مطالبش استفاده کنن. خیلی سپاسگزارم از حضورتون عزیزم. من خیلی از شما سپاسگزارم.
قربونتون برم. فیروز و معید و اسفاد و خیلی همون که برای شما آزادی را تریز بگید و برای مردم ایران آزادی را بگید. زنده باشین، زنده باشین، آزاد باشین، درود بر شما. یا حق. هموطنان گرامی، صحبت کردیم چند لحظه ای با دکتر میرآفتابی که البته به خاطر این سرطانی دهان که داشتن و جراحی های متعدد تشخیص دادید که صدا عادی نبود. تلفنشون هم که اعلام کردم 949-770-76-90. وظیفه ماست که از این بزرگوار پشتیبانی بکنیم و خرید کتاب ها ازشون. یک دکتر میرآفتابی که با این سن که کارش نویسندگی بوده، یک عمری که نمیتواند برای بیل بزند یا برای در پمپ بنزین کار بکند با این وضعیت، کارش قلم بوده، نویسندگی بوده، تخیل بوده، نمایشنامه نویسی بوده. بین ما همه، ما با هم در هزار رشته، هر یک از ما رو به دکتر میرآفتابی متصل میکنه. بنابراین در این گونه موارد بایستی که ما نشان دهیم که این همه بزرگواری و این همه در واقع معنویت که در این فرهنگ هست جلوه هاش کجاست، جلوه های این فرهنگ در کجا معلوم شد. فکر میکنم که وقت ما هم در حال تمام شدن هست. هموطنان یک بار دیگر نوروز خدمتتون تبریک عرض میکنم. از امیر گرامی در اتاق فرمان سپاسگزارم و از همه شما بزرگواران که توجه فرمودید به این برنامه. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.